بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز، با عرض سلام و ادب و احترام در خدمتون هستیم با برنامه دیگری از سری جدید سرزمین عشق با عنوان کلی ولایت رمز آفرینش. در ابتدای برنامه سلامی خواهیم داشت به خدمت کارشناس محترم برنامه. سلام داریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم، خصوصا سلام ناقابل خودم رو خدمت ولی نعمت ما صاحب ولایت کلیه الهیه آقا بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا عرض می دارم. انشاءالله که دست با کفایت اون حضرت سبب بشه ما اندکی از آقایی و بزرگواری اون بزرگوارا رو در این جایگاه پاکیزه و بلند مرتبه انشاءالله ادا کنیم. انشاءالله. اگر اجازه بفرمایید طبق معمول برنامه رو با سلامی به محضر مقدس حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل عباس شروع بکنیم به مبارکی انشاءالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين وجميع الشهداء والصديقين والصالحين والمؤمنين، عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ساقي عطا كربلاء يا أبا الفضل العباس، لعن الله من قتلك ولعن الله من استخف بحرمتكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خب بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم در ادامه مباحث با عنوان کلی ولایت رمز آفرینش. خب استاد محترم، سوالی که ممکنه تا این لحظه برای بینندگان عزیز مطرح باشه این که ما به اصطلاح در واژه‌های مختلف اومدیم ارتباط اونها رو با امر ولایت بیان کردید، اما خود ولایت چی هست و دقیقا معنی چه معنی مستفاد میشه از ولایت، این رو به اصطلاح نفرمودید. ما در سوره کهف داریم هنالک الولایت لله الحق، این ولایت با به کسب فتح واو بیان شده. آیا این ولایت با ولایت که منظور شماست
ارتباطی داره؟ اگر هست ارتباطش چی هست یا دو موضوع جداگانه هستند؟ و اصولا ولایت در قرآن و در کلام اهل بیت به اصطلاح نگاهشون چی هست؟ این رو اگر بفرمایید ممنون میشیم. بله، عرض میکنم که خیلی مطلب در اینجا جای واقعیت خودش رو باید پیدا کنه، چرا که بحثی که اینقدر اهمیت داره که ما به دنبال واژه‌های مختلفی که نامبر این حقیقت شده و این حقیقت رو واقعا برای ما اینگونه در بلندای آفرینش معرفی میکنه، خب خوبه که لااقل خودش رو ما بتوانیم یه ترسیمی، یک شاید ذره‌ای سر سوزنی، چون از شؤون پروردگاره، از شؤون اون فعل اوله، ما بتونیم سر سوزنی لااقل از او یک مفهوم ولو عقلی داشته باشیم و این رو تا اندازه مورد فهم و وهم ببینیم آیا میتونیم قرارش بدیم، بفهمیم چی رو میتونیم از اینجا بیابیم و ادراک کنیم. لحاظه البته جا داره روی این مسئله خیلی صحبت بشه. حالا فرق بین ولایت یا ولایت، هنالک الولایت لله الحق، اونچه که شراح و مفسرین این آیه شریفه از عامه و خاصه بیان کردن حول این، مثل حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل، او زیلش فرمایش معصوم از امام صادق نقل میکنه که مراد از این ولایت یعنی ولایت و امیر المؤمنین صلوات الله علیهم اجمعینه. معنای ولایت از اون جایی مختلف شد که پیغمبر روز قدیر فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا. قطعا عبارات خود عام فراوان حول این آیه و این کلمه مولا هست. حالا اونا میگن به معنای محب، دوست، عرض میکنم، و معانی دیگه ای که داره که قابل توجه به اون نیست، چون قرینه در کلام خود پیغمبر همون روز بود، فرمود، خود قرآن هم فرمود الست و اولا بکن من انفسکم، آیا من سزاوارتر بر شما از خود شما نیستم؟ الرسول اولا بالمؤمنین من انفسهم. معنای اون اولایی که پیغمبر اون روز در روزی که 120 هزار نفر رو جمع کرد در یک بیابان گرم بدون آب زیر آفتاب، سه روز نیامده ها بیان، رفته ها برگردن این راه رو تو کوه و دشت، زیر در یک وادی گودال قدیر اینها رو جمع بکنه و بیاد بخواد یه چیزی به اسم محبت بگه، لازمش اینه که مردم تا اون موقع همه کافر بودن، حالا اون لحظه میخوان مؤمن و مسلمان بشن. چرا؟ چون اگه محبت باشه، محبت پیغمبر و علی و فاطمه و حسن و حسین، اگر نمی داشتن پس تا اون موقع با اون همه آیاتی که آمده بود، چون قدیر مال سال آخره، فاصله ای نبود، سه ماه خورده ای تا رحلت شهادت پیغمبر فاصله داشت، پس معلومه تا اون موقع اینا همه با کفر زندگی کردن، چون معیار قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی محبت اهل بیت، آیات آمده بوده که اهل بیت منو دوست بدارید، حقشون رو ادا کنید، کمترین حق دوستیشون بوده. اگه تا اون موقع این محبت نبوده، من میخوام برهانه عقلی بیارم اینجا، آیات و استشهادات عامه و خاصه رو بهش اشاره نمیکنم. اگر اینجوری بوده پس تا اون موقع اینا کافر بودن، حالا پیغمبر اومده بگه دوست بدارید اهل بیت منو. قبل بوده اونقدر شدیده که بزرگ شافعی یا اهل بیت رسول الله بکم و فرض من الله
فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القطر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه کسی بر شما صلوات نفرسته، این قرآن نص است بر دوستی شما. اگه تا اون موقع نباشه، اون موقع بیاد امر بکنه، سه ماه قبل از شهادتش پیغمبر بفرماد علی رو فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت منو دوست بداری. با اون همه حب و علی ابن ابی طالب حسنتون لا تزر معها سیئه عنوان و صحیفت المؤمن یوم القیامه حب و علی ابن ابی طالب، با اون همه فرموشات که فریقین تو کتاباشون پره و خاله بخواد محبت رو بگه، قطعا چنین نیست. به چه قرینه؟ قرینه روشنش خود گفتار پیغمبر اون روز، الست اولا بکن من انفسکم. اون اولا به نفسی که من بر شما دارم که بر خود شما نزدیکترم، اختیار من به خود شما از خود شما به خودتون بیشتره. خدا این اختیار رو به من داده. همون روزم پیامبر فرمودن همون جوری که من بر شما ولایت دارم، علی ولی شماست. حالا ببخشید، این استدلال رو ممکنه برخی از بینندگان ما یا اهل سنت نپذیرن، به این دلیلی که نمیشه گفت کافر بودن. یعنی پیامبر در طول حیات مبارکشون مرتب بر دوستی تاکید کردن، قرآن تاکید کرده که ما اسألکم علیه من نمیگم کافرن، من میخوام عرض بکنم اگر بخوان اونا بگن پیامبر، یعنی در اونجا خواسته کاملا اتمام حجت بکنه، تاکید کلی. یعنی اون استدلال دوم که فرمودید به این قرینه، اون دیگه هیچ مولای درزش نمیره. ولی این که ممکنه، یعنی اینو ممکنه ایراد بکنن دوستان ما که مگر بدون حب علی نمیشه ایمان داشت. اصلا ایمان جز ولایه، جز دوستی علی نیست. او که خودش در بیانات، یعنی جنبه طریقی هم حتی نداره، خودش موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیستش که محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت طریق محبت خداست. این که مفروغ عنه بوده برایشون. یعنی اینجوری بوده، از همون روز اول دیدن، اول کسی که دور پیغمبر میگرده تو جنگ خیبر، وقتی که اونجوری فرمود فردا کسی رو میفرستم برای شما که خدا او رو دوست داره به نص قرآن و او هم خدا رو دوست داره، خب این دوستی رو مفروغ عنه بوده. یعنی جای سوال این میخوام بگم نبوده، چون همه میدونستن. و اگه بخوای الانی معنا کنی، معلومه اون مفروغ عنهی که نه طریقی بوده، اصلا خودش موضوعیت داشته، خدا او رو دوست داشته. حالا چقدر ما بخوایم از ادله کتاب‌های اهل سنت فقط بخوایم جمع بکنیم به معنای محبت، باور کنید بیش از یک کتاب تا قبل از واقعه قدیر، تا قبل از واقعه. اصلا عرض میکنم که اینجور نیستش که یه واجب ترخیصی باشه. فرق واجب ترخیصی با غیر واجب ترخیصی این است که، یعنی تو در این جهت رخصت داری، موقعیتی داری، یه خورده مجال به تو میدم، مثل که نماز حالا مریضی نمیتونی، مجالی به تو دادم، روزه رو نمیتونی بگیری به خاطر عذر، من کارم مریضم، خب بعدن دوباره روزه رو بگیر. ترخیص دادم بهت، مجال دادم، ایستاده نمیتونی، نشسته نمیتونی، خوابیده. اما مسئله محبت و ولایت امیرالمؤمنین ترخیصی نیست. اینجوری کسی رو مجالش بدم بگه حالا نه، حالا الان نداشته باشه. حالا نکته جالب بحث اینجاست که حتی اگر فرمایش اونها را هم بپذیریم که پیامبر سخن از محبت علی گفت، آیا به این محبت پایدار بودن اینها؟ اینم یه نکته بعدی است. من میترسم به این نکات اینجوری حواشیش بپردازیم، چون مفروغون عنه بحث شده، ما مقصودمون در بحث ولایت یک حقایق بلندی رو میخوام انشاءالله خدمت بینندگان عزیز عرض بکنیم که اینا هم مفروغون عنه هم بحث شده، هم گفتن و هم میدونن. ما اصلش ما بیاییم ولایت یعنی چه؟ از اینا بگذاریم. ما میخواییم برای کل جهان اسلام میخواییم این ولایت رو معنا کنیم، به معنای حقیقی خودش، جایگاهش رو پیدا کنیم. خدا ولی مؤمنینه. چقدر ادله داریم؟ الله ولی الذین آمنوا. اونایی که کافرن اولیایشون جبت طاغوته، اما ولی مؤمنین کیه؟ نص قرآن، انما ولیکم الله، در این تردیدی نیست. اون وقت این ولایت رو
حسب آنچه که عامه و خاصه در کتبشون دارن به این معانی آمده، یا ولی دنیا و الاخره، یا ولی کل نعمه است. ولی کل نعمه یعنی چی؟ یعنی دوست داره هر نعمتی رو، اختیار همه نعمات دست اوست. ولی دنیا و آخرته یعنی چی؟ یعنی آقای عالم دنیا و آخرته، یعنی اختیاردار عالمه، مختاره. اما گاهی وقتا هم اینطوری نیست، مثلا المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، اون اولیاء و بعض، اولیاء غیر کلمه ولیست، اونجا یه معنی مصروف میشه با اونی که در برای مؤمن با مؤمنه. هیچ مؤمنی بر مؤمن دیگه ولایت نداره، قاعده مسلم کلیست. احدی از شیعه هم نمیگه، هیچکی بر هیچکی به قانون اولیه اختیار نداره. شیخ انصاری در مکاسبش تو همین بحث عنوان میکنه هیچ کس بر احدی ولایت نداره، قاعده اولیه است. بعدن به خدا، به اختیاری که به این پدر داد، میگه تو ولایت برای فرزند داری، اما دایره اختیاراتت اینه. خدای عزوجل این اختیار رو مثلا به جد میده، به جده میده، تو دایره اختیارات خودش معیار داره، طبق معیاری که بیان فهم. اما ولایت پروردگار عالمیان ولی دنیا و الاخره، یعنی اولاس، یعنی اختیار کل ما خلق به دست پروردگار. در این که تردید نیست، در این تردید نیست که خدای عزوجل ولی النبیین و المرسلینه، ولی ملائکتی که المقربین خدا، ولی کل ما. این ولایت یعنی اختیار، یعنی پروردگار قهار است، سلطان است، ولی است، به این معنا که اختیار کل ما خلق تو دستش. تموم شد. چنین اختیار رو نه میتونیم بفهمیم، نه میتونیم تعقل کنیم، تفهم کنیم. خدا اختیار کل ما خلق رو داره یعنی چی؟ یعنی قیومه، سلطانه. سلطان خدا رو میدونیم یعنی چی؟ قیومیتش رو میدونیم. باید اونو تنزیه کنیم از هر گونه تشبیهی که پدر به فرزند ولایت داره. ولی این مفهوم یعنی آقایی، یعنی این اختیار، یعنی این سلطه رو ما در اینجا اگر از حیث انتزاع این مفهوم میابیم، چون کماله، این کمالی که یعنی به معنای خودش، نه یعنی که ما معنا کنیم. ما اگر نبود فرمایشات معصومین، خود قرآن، خود روایات ما که فرموده بودن اون سلطان است، قیوم است، مختار است، قاهر است، غالب است، این چی نمیتونستیم در معنای او، همون معنا را هم تازه باید تنزیه از تشبیه کنیم، تشبیه به هیچ مخلوق نکنیم. این ولایت پروردگار، تنزیه از هر گونه تشبیه. حالا این ولایت خدا به هیچ کس نداده، دادنی نیست. چنین قهاریت سلطان که مفهوم و معقولش اینه، اصلا ابدا خاتم انبیام نداره، یعنی قابل تفویض نیست. قابل تفویض نیست. بینندگان عزیز، حالا آیه رو معنا کنیم. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. تو رکوع امیرالمومنین انگشتر عقیق سرخش رو داد که مثقال و وزن همش رو نوشتن، نقرش هم نقره خالص بود، داد، آیه نازل شد که دومی 20 بار خوند که یه آیه نازل بشه و داد زکات مثلا انگشتر اصلا نازل نشد. حالا این آقایی، این قیومیت، این سلطان با انمای حصر اینه و چیز دیگه هم نیست، خدا دارد و رسول و اون کسی که، حالا شاید بعضی اشکال کنن الان به ذهن شما بیاد فوری میان کلام بفرمایید یا آمنو داره پس همه مؤمن نمیگه، نه، آیه عامه، تخصیص زده، آیه عامه، مراد خاصه.
دیگری نمیتونه وارد بشه. آیه برای همین گفتیم فقط مال ائمه معصومه. نه، در آیه قبل که من عرض کردم المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، هدفم این بود که پس ولایت همیشه به معنای سرپرستی نیست. بله، اینجا که میفرمایید اولیاء، دوستی هم هست، یعنی ما این معناها رو به ناچار باید جدا بکنیم. بله، بله، نه اینکه اون نفی معنای دوست کرده باشیم، ولی جایگاه هر کلام به دنبال بیانی که فرمایشات خود خدا و اولیاء خدا توی قرآن و اخبار صحیحه عامه و خاصه، ما این بیانات رو داریم از من. با انما یحصر، این ولایت مال خداست فقط. آیا با بدون تکرار و ولیکم الرسولی که اینجا شده، ولایت پیغمبر همان ولایت خداست؟ اصلی هم شما فهمیدید خیر. اون اختیار باری تعالی، این اعطاء اختیاره. بله، یه فرق میگذارن، میگن خدا بل استقلال از ذاتشه، این ذاتشه، مال خودشه، پیغمبر رو خدا داده بهش، میخوان فرق بگذارن. ما میگیم نه، در مفهوم و معناش هم فرق میکنه، مشترک لفظیه نه معنوی. اشتراک اگه هست در لفظه، مثل علم، علم پروردگار غیر علم پیغمبره، قطعاً اعطاء پروردگاره، این از وحیه، این لدون نیست، ولی ذات پروردگار عالم است. و وقتی که معلوم هم نبود، این اشکال نکنن، ولایت مولا علیه وقتیه که مخلوق باشه تا او ولایت، نه، خدا عالمون ازلا معلوم، معلوم هم نبود، علمش هم محدود به این معلومات نیست، خدا این اختیار، این قیومیت، این سلطنت رو داشته، مخلوق هم نبوده که چنین قهاری عیبی نداره. اینو پیغمبر در همون جایگاه اول به پیامبر داده شده، هیچ مخلوقی هم نبوده، چه اشکالی داره؟ قدرتشه، لازمه آفرینش نوریش اینه که دارای یه چنین اختیار جامع کاملی باشه، ولی به اعطاء پروردگار و سنخ ولایت پروردگار هم نیست. بینندگان عزیز، توجه به این معنا لازمه که اگه بعدن ما آمدیم گفتیم هم در مصداق ما داریم خطا میکنیم، هم در مقایسات و سنجش هامون داریم ایراد دست، و هم معیار رو گم کردیم. این معیارهای جامع و کافی که دستمون بیاد، وقتی که نمیگیم ولایت در تکوین و تشریع، به نظر حقیق اصلا تکوین و تشریع هم در کار نبود، این اختیار رو خدا به اون حقایق داد، ارادت و رفی مقادیر اموری تهبت و الیکم تستر و من بیوتکم، این معانی نیست، اینا بافته های خود ماست. بله، ولایت بر تکوین هست، ولایت بر تشریع هست، ولایت بر حکومت هست، ولایت بر قضاوت هست، ولایت در کل ما خلق، برای همه ما خلق هست، به جای خودش که آتینا هم ملکن عظیما، و ما نمیتونیم ملک عظیم، طاعت الجنه و النار، طاعت الدنیا و الاخره، طاعت الملک و الملکوت، شرق و غرب عالم، همه مخلوقات باید فرمان بردار کسانی باشن که اونها اطاعتشون اطاعت خداست، ولایتشون ولایت خداست، در اینا تردید نیست. اما باید معیار ما دستمون باشه تا در مقام سنجش خطا نکنیم، مصداق براش تعیین نکنیم، بگیم این ولایت همون ولایت پیغمبره. خلط میشه اون وقت. تو تکوین کی میتونه ادعا کنه؟ در تشریع کی میگه غیر معصوم مشرعه؟ کجا کسی این رو تونسته ادعا کنه؟ در قضاوت کی میتونه بگه که یک فردی بتواند ادعا کند که من در مقام قضاوت چنین اختیاری دارم که چنان کنم چنین کنم مثل معصوم؟ ابدا. نه معیارها معیارهای صحیح خواهد بود، نه در مقام سنجش و موازنه ما اینجا رأی صائبی خواهیم داشت، رأی صحیحی خواهیم داشت. بنابراین هنالک الولایه لله الحق، ما مبرهن کردیم در جلسات گذشته و انشالله تا آخر ما هم ادامه مباحثمون خواهد بود، خواهیم گفت اون حقیقت فعل اول، نور اول، مسئله اعلای الهی، اون نور جلال عظمت پروردگار،
اون نور وجه که اکرم الوجوه اعز الوجوه بود، اون اسم اعظم اعظم مخزون مکنون فی غامز علم الله، اون حقیقت یک حقیقتی است که عین ولایت است، عین اختیار است. پروردگار این آقایی رو، این بزرگی رو، این اختیار رو به او عطا کرده است. چرا؟ چون و تمام نوره الکتاب الجامع به نور الکام، نور تامه، نور کامله، هیچ علت و معلول هم نیست، هیچ ربط هم به ذات نداره، چون مخلوق حادثه. ان الله خلق اسمن احدثه، وقتی خلقه، وقتی احداثه، وقتی ابداعه، وقتی ایجاده، وقتی بدع داره، شروع داره، اول داره. بنابراین اون حقیقت نور اول، حقیقت ولایت کلیه الهیت خدای عزوجل، با قرائنی که انشاءالله خدمت بینندگان عرض خواهیم کرد و تر یک روایت واضح روشن که ما اینو گفتیم غرض اقصایی از آفرینش یه چنین حقیقتی، امام عسکری سلام الله علیه میفرماید و میگوید خدای عزوجل ان ولایت محمد و اهل البیت یا و علی علیهم السلام حسب بیان امام عسکری علیه السلام، و ما یل غرض الاقصا و المراد الافضل، این ولایت غرض اقصاست، این بالاترین مقصود پروردگاره که ما خلق الله احدا من خلقهی ولا بعث احدا من رسله، هیچ خلقی از خلق خودش و پروردگار نیافریده، هیچ پیامبری رو مبعوث نکرده الا به این ولایت، به خاطر این ولایت، یعنی به این ولایت، یعنی به خاطر آقایی میخواد خودش رو آقاییش نشان بده، اختیارش نشان بده، خودش که معاشر خلق نیست، این اسمشه، اسم اعظمشه، این واسطه اولشه و این آیه عظماشه. از این طریق که این آیه عظماست خودش رو نشان داده، الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه. چه ایبی داره خدا به خورشید خودش رو نشون بده، خدا به معرفت و نفس خودش رو نشون بده، خدا به آیه عظماش خودش رو نشان داده. حالا ما هیچگاه ادراک بر کنه او نداریم، لذا از خود ذوات مقدسه در مرتبه نازله و تعین، در مرتبه ای که خدای عزوجل اونها رو به اون نور آزمود و اینها رو خلقکم الله انوارا فجعلکم برشهی مهدقین حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن ازن الله ان طرف عویوت کرفی اسما، در مراتب نازله که حالا این بحث نورانیت خودش یک بحثیه واقعا منصفانه من میخوام عرض بکنم، و این رو ما عرض میکنم که دیدیم در نوشته ها، در گفتار، بحث خیلی زیباست و هنوز در غموض خودش باقی مانده روایات نورانیت که قریب 40 حدیث بعضی ها رساله نورانیه نوشتن و اینها روایاتی است که واقعا مظلوم واقع شده. خیلی ها نگاه میکنن به اینا، میبوسن، میذارن کنار، میگن ما اینا رو نمیفهمیم، نمیتونیم معنا کنیم و اینها، و خیلی ها که اصلا میگن اینا رو نباید معنا کرد و هیچی، میذارن کنار. اونایی هم که اعتنا میکنن، قبول میکنن، میگن نمیفهمیم. بعدم جمعش با این فضائل بلند و اینا باید جایگاه خودش رو واقعا نشان بده که هنوز مظلوم واقع شده، مثل خود حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، کلماتشون هم مظلوم و غریب واقع شده. پس این استفاده رو کردیم که کسی نمیتونه مصداق تعیین بکنه غیر از اون مصداقی که خداوند معین کرده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، کسی نمی. اما اینجا شما قضیه تکوین و تشریع رو رد کردید. این نه، رد نکردم، من باز تبیین کردم و الان هم به خدمت بینندگان عزیز تبیین میکنم. گفتم مرتبه این مقام ولایت ما هیچ وقت در صدد ردش نبودم، گفتم اون مرتبه مقام ولایت و عظمای اولیه که فعل پروردگار عالمیانه، اون حقیقت غیر از ولایت در تکوینه که هنوز کونی آفریده نشده و بخواد اون آقایی رو بر این عرضه کنه، عهد و پیمانش رو از این بگیره، هنوز آفریده نشده، این آقایی بوده.
لحاظه اصلا مرتبهش فوق تکوین و تشریعه، نه اینکه در تکوین نیست در تشریع نیست. چرا اینو آقایی رو خدای عزوجل کاری که کرده به همه خلق نشون داده، المتجلی لخلقهی خلقه. منظور یعنی ما مرز مشخصی بین تکوین و تشریع داریم این؟ بله بله هست. عرض میکنم که این بله ما در خدمت هستیم انشالله که در ادامه بحث و دنباله سخنانمون این مباحث باید روشن بشه و اون همه سفارشاتی که راجع به ولایت شده که ما سردرگمیم از بیان ذره‌ای سر سوزنی از این عظمت و بزرگی، انشالله بتوانیم یک مقدار بینندگان عزیز رو آشنای به این مسئله. انشاءالله میان برنامه‌مون آماده است اگر در خدمت شما فرمایید. بینندگان عزیز بعد از دیدن این میان برنامه انشاءالله در ادامه بحث ولایت در خدمت استاد خواهیم بود. چقدر منتظرم خدا کند که بیایی، نشست پشت درم من خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن پرنده خسته، هنوز خسته ترم من خدا کند که بیایی. از آن درخت شکسته، از آن پرنده خسته، هنوز خسته بینندگان عزیز با سلام مجدد خدمتتون هستیم در ادامه بحث ولایت و مفهوم اون. خب استاد تا اینجا رسیدیم که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی تخصیصی داد. اما فرمودید که این با لفظ انما، که انما یعنی افاده حصر میکنه که این هست و جز این نیست و این برای خود خداوند هست. حالا این اگر ما میگیم انما ولیکم الله تا اینجا تمومه، پس این و رسوله و الذین آمنوا الذین تا آخر آیه، این ارتباطش با اون ولایت خداوند چی هست؟ خصوصا در جایی میفرماین که ولایتکم متصل به ولایت الله. خب اینها اتصال به چه نحویه، اصلا چه ارتباطی با هم دارن؟ یعنی اشتراک لفظی هست؟ اینا رو عرض میکنم که این اتصال و انفصالی که تو این حدیث داره، ولایتی متصلتون به ولایت الله، با این آیه حسب اون معنایی که من کردم انشاءالله توضیح میدم. و اون اینه که وقتی گفت انما ولیکم الله و رسوله، خیلی هم یعنی واو واو عاطفه است، عطف کرده رسول رو به الله، یعنی پس نتیجه اون ولایت خدا همون ولایت رسوله. عذر میخوام، پس اینجا اگر امکان داره یه نیم نگاهی هم به این آیه بفرمایید که
اطیع الله و اطیع الرسول. آیا اینجا هم واو عطف است؟ اونجا هم همینه، ان العزت لله و لرسوله، اونجا هم همونه. عزت ذات چه ربطی به عزت فعل داره؟ همه اینا همینه، بله، اطیع الله و اطیع الرسول. اما اینا از خداست، ربط این تو انما ولیکم هم همینه. وقتی میگه انما ولیکم الله و رسوله، یعنی آقا این ولایت رو خدا عطا کرده به پیغمبر، اینه، نه اینکه اون ولایت ذاتی پروردگار عطا شده باشه به پیغمبر. در مقام بیان این نی میگه این آقایی از خداست، ولی شما خداست، ولی شما رسوله. عذر میخوام، من حالا من نمیدونم، سوال میکنم. شما فرمودید خداوند به پدر نسبت به فرزندش یک ولایت عطا کرده، اینجا هم فرمودید به پیامبر عطا کرده، این قطعا مفهوم این نیست که این دوتا ولایت مثل هم هستن، از سنخ هم هستن. همینجوره، همینه، با اون خواستم همینو بیان کنیم. سنخ هم نیست، مجانست نداره، لکن به عطا پروردگاره، فعل خداست، پیامبر رو خدا بهش عطا کرد، همون که خود آقایی رو از اول شد مثل، شد نور وجه، شد نور جلال عظمت. اما حرف اینه، این اتصالش در این بیان چیه؟ وقتی میفرماید امیرالمؤمنین ولایتی متصلتون به ولایت الله، مثل شعاع خورشید به خورشیده، مثل قطره و دریاست، ترشح جوشش از ذاته، این افاضه رحمت، صدور از ذات، علیت و معلولیت، که هر کدوم این واژه ها بحث مفصلی داره. نه، اصلا این جهات نیست، آفریده پروردگاره، فعل اول پروردگاره، اینو خدای عزوجل آفرید تا از اون مجرا خلق رو بهرمند کنه، وقت ظرف پذیرش این قلب خاتم انبیا اولیاء خدا قرار گرفت، اون آقایی رو به این بزرگوارا عطا کرد در مرتبه نازله، با امتحان، با اختبار، که اصل بحث رو اینجاست که نه جبر نه تفویض، چرا خدا به این بزرگوارا داد؟ آزمود، این بزرگوارا رو آفرید، اون آقایی رو بهشون عطا کرد. همینجور سلسله مراتب اینجا شروع شد. رضا سر گرفتن عهد و پیمان و میثاق ولایت خود امیرالمؤمنین از خود پیغمبر و از امیرالمؤمنین سرش اینه، محمدون اول ما یسأل عنه، پیامبر خدا اول کسی که ازش سوال میشه از ولایت، از ولایت امیرالمؤمنین. چرا میگه ولایت امیرالمؤمنین؟ ولایت همه ائمه است، ولایت خود پیغمبره، ولی که این میزان قرار گرفته برای ما شیعه، یعنی که شناسنامه ائمه معصومین امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین پذیرفته بشه، همه ائمه معصومین پذیرفته شده. امیرالمؤمنین در جایگاهی است که آقایی او آقایی پیغمبر، نفس رسوله، ولایت یک حقیقته، فضل و نواحد، کل و نواحد، علم و نواحد، همه کمالات این بزرگوارا یک حقیقت، اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحد، شما یک حقیقت هستید، شما این که یک حقیقت هستید، اونو خدا به شما عطا کرد. حالا این اتصال و انفصال چیه؟ اتصال و انفصال از این پایین به اون بالاست، نه از پیامبر خدا به ذات. پس اگه فهمود یفصل نورنا، نورنا که مای که پیغمبریم، امیرالمؤمنین، اهل بیت، یفصل نورنا من نور ربنا، نه ازاد، من نور ربنا. نور رب چیه؟ همون نور جلال عظمته، یعنی اون آقایی، یعنی اون ولایت، یعنی اون اولا به ما داده شده. یفصل فصل و فصل، فصل و وصل، این دو به نسبه به این حقایق مقدس است نسبت به نور ولایت. نه اینکه به ذات پروردگار. پس ولایتی متصلتون به ولایت الله، یعنی اون ولایت من، منی که معین شدم، منی که صورت و ماده گرفتم، منی که حقیقت نورانی شدم، این ولایتم متصل به اون ولایت خدا، اون به خدا به خودش نسبت داده، میگه کعبتی، روحی، قبلتی، خدا به خودش نفسی، نظام شه نفس الله، او میشه نفس الله. اگه در زیارت امیرالمؤمنین آمده تو بهار مجلسی است، السلام علی نفس الله القائمه فیه بالسنن، نفس الله نه یعنی ذات الله. اگه فرمودن در روایات خلتنا به نفسه، نه خلتنا به ذاته،
اینا فرمایشاتی که باز هضم بشه تا تو دام عرفان اصطلاحی و تو دام حرفای فلان و فلان نیفتیم. اینا معیارهای صحیح و پاکیزه است که ما نباید تعدی کنیم، توحید رو باید درستش کنیم. توحید وقتی منحرف شدیم، ما رو خودمون رو چسبوندیم به ذات، کم کم ادعای انا ربکم الاعلا میکنیم، ادعای وحدت وجود و موجود میکنیم، وحدت در کثرت میگیم، کثرت در وحدت میگیم، یل ربی و یل الخلقی میگیم. این حرفای بافته های بشر یونانی یفتیم، یا تو دام مشائی یا تو دام اشراقی، یا جمع بین هر دو میکنیم، قرآن هم ور میداریم تفسیر برای میکنیم، بار میکنیم روش، میگیم آقا اینه معنای این روایت و این آیه و اینه اینه. کیفه مد دزل مراد اون وجوده. آخه کجا این؟ به چه دلیل؟ این تفسیر منفیه، این تو قرآن نیست، این تو فرمایشات معصومین نشده. حق ندارم من از خودم معنا بکنم. دلیل کان الله قال الباقر علیه السلام، این دلیل روشن روشن. قال ابو جعفر الباقر علیه السلام کان الله ولم یکن معه شیء، اصلا ربط هیچ مخلوقی به ذات پروردگار نداره، خدا بود و خدا بود، لا معلوم ولا مجهول، نه شیء معلوم بود نه شیء مجهول، هیچی به هیچ گونه واقعیت نداشت. و اول و مبتدع، توجه به این روایات و فرمایشات عالی است. و اول و مبتدع من خلق خلقه، اول چیزی رو که خدا آفرید، ان خلقنا، ما رو آفرید، اول ما خلقن، بله اول ما خلقی که روشن شد پیامبر امیر المؤمنین اهل بیت ما رو آفرید از چی؟ از ذاتش؟ ترشح ذاتیم؟ نه، من نورهی و عظمته، از اون فعل اولم که نور بود، نور عظمت، جلال عظمت بود، اون اسم اعظم 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 بود، از اون آفری. دنباله حدیث میفرماید تا اونجایی که میفرماید یفصل نور رو نام نور ربنا، آیا این نور عظمت معلوم بود یا مجهول بود؟ معلوم که نبود، هیچکی نمیدونست چه بود، چون خدا بود و هیچ معلوم مجهولی نبود. اول چیزی که معلوم شد انوار مقدسه بود، بعد از نور عظمت شافرید، کسی نمیدونه اون چه بود، اون حقیقت دزد، کسی راه نداره بتونه بگه ولایت امیرالمومنین چیه. از حضرت پرسیدن پس کی تحملش داره؟ فهمیدن خود ما تحملش داریم، امر ما صعب است، مستصعب است، کسی تحملش نداره، حدیث ما، شأن ما، امر ما، علوم ما به این مضامین لابلای فرمایشات معصومین نقش شده. بنابراین حال دلیل اینو من میخوام صریح بگم، امام صادق فرمود ان الملائکه لما رأت ذلک النور رأت له اصلا، ملائکه وقتی انوار مقدس رو دیدن رأت له اصلا، گویا ملائکه فهمیده بودن که این اصل و ریشه ای داره، اساسی داره. اون اصل چه بود؟ موسی بن جعفر میفرماد خدای عزوجل خلق نور محمد من اختراعه من نور عظمته و جلاله، خدا اینو از نور جلال عظمتش آفرید. بعدم خطاب کرد بهش اول ما خلق الله نور، خود پیغمبر من نور من آفرید، اما ابتدعه من نوره، نگو و ذاتش آفرید که از نورش آفرید، و اشتقه من جلال عظمته، اینو از جلال عظمتش آفرید. اونقدر این جایگاه بلنده که پیغمبر 120 بار باید بره تو فرمایش معصومه، که در این 120 بار امام صادق میفرماد عرج به نبی الی السما 120 مره، 120 بار رفت، ما من مرتن، هیچ مرتبه نشد که خدا اونجا پیغمبر رو سفارشش کرد به ولایت برا علی. اصلا معراج برای دیدن نور ولایت بود. درسته تمام دین رو در بر گرفت، یاد داد. اینه که اگه ما بفهمیم نماز یعنی چی میفهمیم نماز اشاره به ولایت داره. ظاهر رو حفظ کن، ظاهر ربط به باطن داره. پیامبر اون حقیقت رو دید، گفت الله اکبر، سبحان ربی العظیم و به حمده، بلند شد سبحان ربی الاعلا و به حمده. نماز یعنی ولایت، نماز بی ولای او عبادتی است. بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کنند، نماز نداره، ولو سوامن قوامن بشه. اینه معناش، معنای نماز یعنی ولایت. و
ولی نه اینکه نماز ترک بکنی بگی جوون من هیاتی ام و حالا میرم تو هیات و ولایت امیرالمومنین دارم سینه زنی میکنم و عشق امیرالمومنین نمازم نخوندم. نه حاجب، اگر معامله حشر با علی شرم از روخ علی کنو، کمتر گناه کن، نماز باید بخونی. نماز راه پیدا کردن امیرالمومنینه، حج راه پیدا کردن امیرالمومنینه و ما من تمام الحج لقاء الامام. اگه حج رفتی باید امیرالمومنین پیدا کنی، باید بری دیدن امام صادق. اگه نه حج نداری تو اصلا، خمست هم همینه، اعمال زکاتت هم همینه، اعمال دیگت هم همینه. تمام دین یعنی معرفی یک حقایقی که اونا میزانن، اونا اصلا شده آقاییشون غرض اقصایی از آفرینش. با این دید ما بیایم دینمونو ببینیم. اگر یه بچه شیعه با این دین ببینه، هیچ وقت گوله هیچ کی رو نمیخوره، هیچ وقت دنبال بدی نمیره. چرا؟ چون میگه آقاهای من اینان، من خودم رو دارم فی رسول الله اسوتون هستن، خودم رو دارم به این بزرگوارا نزدیک میکنم. نه میخوام اخلاق یعنی این دیگه. البته شیعه واقعی، نه شیعه در اصطلاح که این خلط مفهوم شده. ما خیلی نه حالا بحثی اینجا مراد از شیعه، شیعه کسیه که آیا فقط بگه من معتقدم 14 معصوم و به اسمت به این که از جانب خدا، یا نه شیعه اون کسیه که امام رضا فرمود شیعه حقیقی بله حسن و حسینن، کدوم یکی ایناست؟ ما در اینجا رو فعلا کلی داریم میگیم، نه همه شیعه ان، شیعه اون کسی که اعتقاد به چنین حقیقتی داره قطعا امینه. اما این شیعه رو ما میخوام معرفت بدیم. این ظهور یعنی این، ظهور امام زمان یعنی این، یعنی که به جایی برسه این معرفت رو پیدا کنه واقعا بگه من امامم اینه و من در برابر امامم باید اینجوری بشه. نماز پیغمبر اینجوری. اون وقت وقتی اونجا پیغمبر رب به معراج چی دید اونجا؟ فنظر فی مثل سم الابره الا ما شاء الله من نور العظمه. رب پیغمبر از اون چی که خدا خواست از نور عظمت و جلال خدا ببینه. اون نور جلال عظمت خدا کیه؟ چیه؟ اونم چجوری ببینه؟ فاوها الی ربی، خدا اونجا به من وحی کرد من وراء الحجاب. ولی وقتی بحث حجاب ما بکنیم که حجاب یعنی چی؟ وراء حجاب های نورانی اونجا خدا با من وحی کرد. ما اوها و شافهنی، هر چی خواست خدا وحی کرد، اونم وحیش به مشافهه بود، یعنی من دیدم، شفاهی بود، وحی کتبی نبود. و این نبود جبرئیل برای من بگه. جبرئیل گفتی که اینجا نمیتونم بالا بیام. ما میخوام بگیم ولایت اونجا جایگاهش کجاست. اینو ما میگیم غرض اقصاست. رسید به جایی که امام صادق دنبالش به ابی بصیر میگه ابی بصیر والله ما جاءت ولایت علی ابن ابی طالب من الارض، به خدا این ولایت مال زمین نیست. این ولایت اگه مال زمینه، توی روایات ما در بحث میگه الا ان جددت ذلک العهد لی بعد تجدید که خلقی، هی خلقو که آفرید هی ازش عهد و پیمان ولایت گرفت. آقا تو عالم ارواح عهد و پیمان ولایت گرفت، از انبیا گرفت، از خود پیغمبر اونجا و سابقون از سابقون بودنش بخاطر اینکه عهدو گرفت، آمد تو دنیا گرفت، تو برزخ هم معتقدم میگیرن. باید باشه، این قرض اقصایی از اومده شده ماست. تو قرض تو برزخ هم باید بیایم زیارت، تو برزخ هم این رابطه هست. بله دنیا مزرعه برزخه، بله برزخ هم مزرعه آخرته، قیامته، همه اینا پلکان ترقیه. خدا لطف کرده ما رو در عوالم مختلف آورده، ماها طغیان داریم میکنیم، طغیان به بالاتر این چیزی که غرض اقصاست. الله اکبر، برای این عظمتی که پروردگار چطور داره رحم میکنه. حاضر خودمون میگیم ما ولایتمون ولایت پیغمبره. اه چه شد؟ چرا معرفتمون رو بالا نمیاریم؟ چرا در این معیار پاکیزه روشن خودمون رو میندازیم جلو؟ میگیم انا ربکم الاعلی. من نمیدونم اینو واقعا میتونیم فردا قیامت جواب بدیم.
این تجدید عهد تو تمام عوالم برای آقای این بزرگوار است. فرمود والله ما جاءت ولایت علی ابن ابی طالب من الارض، به خدا این ولایت مال زمین نیست. امام صادق قسم میخوره به قسم جلاله با واو قسم، بل جاءت من السماء مشافهتا، همون مشافهی که ما اوها و شافهنی رو پیغمبر فرمود، پیغمبر امام صادق فرمود بابا مشافهتا اونجا پیغمبر دیگرفته و آورده این آقایی رو برای شما. این همون چیزی بود که ابلیس ابا ان یتواضع لانوار ناز، شیطون اینجا ابا کرد، باید اطاعت میکرد، طغیانش تو این کلمه است. استشهاد میکنی من برای غیر خدا سجده میکنم، بابا من دارم بهت میگم این کارو بکن. اینه که پس در قرآن آیاتی داریم که گاهی وقتا مثلا در مورد آتش میگه مولاکم النار، مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. آتش رو به عنوان ولی میشناسه. مولا در از کلماتیه که دقیقا مخالفش هم اومده. به بنده گاهی طول الفاظ هست، به بنده میگن مولا، غلام، به غلام میگن مولایه، غلام منه، همون جوری که این معنای بلندم هست. فعلا ما تو اون واژه های نه منظور ببینید، چون که ولایت رو داریم بررسی میکنیم، میخوام هیچ چیزی ناگفته نمونه. مثلا ولی هم الطاغوت، اولیا هم الطاغوت، پس غیر از خدا اختیارش رو سپردن دست اونا، پس غیر از خدا ما اولیای دیگه ای هم داریم. مأواکم النار مثل نور دیگه، نه مثل نور، واژه نور رو به کار میبرن گاهی میفهمد. بله تو بعضی از لحن کلمات و آیات و قرآن میگه مثلا اینا دنبال، بله دنبال امامشون رفتن، اونا دنبال اولیا طاغوتشون رفتن. امام کلمه امام رو داره، امام نور، امام نار. آیات و قرآن راجع به امام نور و امام نار فراوان داریم. واژه های مقابل همدیگه هست، اطلاق این شده برای اینکه اونا اینو گمان میکنن ولی به حقیقت دور از واقع به این معنی. حالا اینکه آتش جهنم رو مولا میگه اینجا هدف چی هست؟ مأواهم النار هی مولاکم و بئس المصیر. جایگاهشونه، جایگاهشونه در معانی دیگه مولاست، در معانی دیگه مولاست، هر جایی در جای خودش معنیه. ما سخنمون در این اولا به نفس بودنه که حسب روایاته این چنین ولایت و آقایی. و ما ان علیاً امیر المؤمنین به ولایت من الله عقدها له فوق عرشه و اشهد علی ذلک ملائکت. این چنین آقایی و عهد و پیمانش ابتدا نه فوق عرش خدا گرفته، ملائکه هم شاهد و گواه گرفته. ببینید این آقایینه، اونجایی که خدای عز و جل وقت بعدم امر میکنه به این پیغمبر، پیغمبر بگو، اگه نگی ابلاغ رسالت نکردی، این آقایی رو باید بگی تو لفافه اطاعت، تو لفافه ولایت باید این رو بگی. و فرمود امام صادق ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه. تو اصول کافی روایات پره، شیعه سنی چیزی مثل این مسئله اصلا مطرح نشده، همه واجبات گفته شده، اما این مسئله این قرضه، این مقصوده، آخه این باید گفته بشه تو لفافه، این همه چیز دیگه استفاده. حالا چقدر آیات ما داریم که تو قرآن زیر شیعه و سنی در بابهای مختلف اینا اومدن عنوان ولایت بهش دادن. مثلا کلمتن طیبه کشجر، فهمیدن کلمه طیبه ولایته. یا کلمه صدق باب داره که کلمه صدق ولایته. یا ابوابی که در باب سلم بر امر الهی و بر ولایت باید داشته باشی، تو اونجا تصریح داره که توی عده ای از روایات ذیل آیه و لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، فرمودن ماء غدق ولایته. لنفتنهم فیه، لنفتنهم فیه. حالا اینم چه سری با امام حسین داره، قوقاس این آیه شریفه. واقعا آدم گاهی اینا رو که ملاحظه کنیم چه بیانات عالی در قرآن و فرمایشات معصومونه. یا میفهمد اونجایی که میفهمد الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، که اونجا میفهمد احسان ولایت، بیان احسان رو میفهمد. یا اونجایی که آیاتی که نسبت به نعمت و شکر نعمت داره، و اما به نعمت ربک فحدث، یعظمون نعمت الله ثم ينكرون، بابا میفهمن این ولایت شناختنی آقایی رو اون کارش میکنن.
پیغمبر این نعمت رو بگو برای اینا. و اما به نعمت ربی که فحدث، و تو اون آیه سوره قلم در زمینش وارد شده. بنابراین هیچ عملی بدون این حقیقت بلند ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام پذیرفته نیست بدون ولایت. حالا این ولایت در تکوین، تشریع، قضاوت، حکومت و غیره، این هم خوب اشاره بهش بشه. کسی آیا میتواند ادعا کنه من ولایت بر تکوین دارم؟ یعنی چی؟ تکوین یعنی ما کائنات. این اتفاقا سوالیه که میخواستم بکنم، هم حدودش مشخص بشه، همین که آیا واقعا چجوریه میشه که گاهی آدم خوف داره بخواد حدود اینا رو معین بکنه، سر در بیاره از این که یه حرفایی زده بشه که شاید ناخوشایند بعضیا قرار بگیره. ولی وظیفه عالم مرزبانیه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما جاءهم البينات لعن خدا مال اوناست. علی العالم من یظهر علما. حقیر ادعای علم نمی کنم، ولی یه چیز واضح روشنه. کسی میتونه به این خورشید بگه خورشید بیا بالا؟ امیرالمومنین فرمود برگرد بیا بالا، آمد بالا. حدیث رد شمس و شیعه و سنی نقل کردن. کسی یه چیز ادعایی میتونه بکنه؟ قطعا. پیامبر خدا به ما اشاره فرمودن به نص قرآن اقتربت الساعه و انشق القمر، ماه از وسط دو نیم شد. کسی میتونه ادعا کنه من میتونم ماه از وسط دو نیم کنم؟ بابا نمیتونه ما دو قدم بالا بریم؟ یا معشر جن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. خب در زمینه تشریع یعنی نیاز به برهان دیگه نداره. تکوین هیچ. آیون و فقها ها همه الاتفاق میگن پیامبر خدا مشرع است، دین آورده. ائمه معصومین ما همه اینا اینجوری میگن، بسیار معظم الا قلیل، یا میشه گفت مقابل اینم نیمی از اینجوری هست، معتقدن برای اینکه پیامبر اجمال دین رو در عرض 23 سال بود. بعد 23 سال ائمه معصومین تفسیر اون اجمال رو دادن، یعنی ائمه مشرع نیستن. حالا علا با نقل اینایی که ادهی که اینجوری میگن، ولی گروه زیادی هم اصلا معتقدن تفویض در تشریع به ائمه معصومین علیه السلام شده و ائمه مشرعن. امام زمان تشریف میاره، اون حقیقت شریعت واسعی که دو بابش گفته شده 28 حرف دیگه شو میگه. ائمه معصومین ما مشرعن، تفویض در امر دین به اون بزرگوارا شده. ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. ما آتاکم الرسول همونه که امام زمان میفرماد دیگه، حسب آیات دیگه که برای پیغمبر و اهل بیت عصمت طاهر. کسی میتواند بگوید من میگویم این هازا حلال و هازا حرام؟ و اما میمونه این اختیار، این که بنده در حدود کار نداریم، در برپایی یک نظام و فلان و اینها و نیاز انسان به این که کسانی باشن، هادیانی باشن، رهبرانی باشن، هدایت کنن، اینا هم که از جانب خدا که نیستن، که ما اونایی بر ما امر عرفی هست، امرشون بر ما مسلمه که لا ینال عهد الظالمین، فقط 14 معصومن که اونها واجب الاطاعه علل اطلاقن. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ما میگیم اولی الامر 14 معصومن و اطاعت علل اطلاق اونها بر همه خلق لازمه، در اون تردیدی نیست. ولا ینال عهد الظالمین، این چنین اطاعتی هم به ظالم نمیرسه. حالا یا ظالمه به نفس، هر کس میخواد باش، برای ما فرقی نمیکنه، دون فرق هیچ کی. فقها ها اگر مورد توجه هستن به خاطر اینه که من کان من الفقها ها حافظن لنفسه مطیعن لامر مولا مخالفن علا هوا، با این قیود فقیه اطاعت داره، اونم اطاعت تو دایره بیان اونی که من نمیتونم از حکم الهی به دست بیارم، تو اون کتاب و سنت آمده این فقیه برای من بیان میکنه، استنباط میکنه به دست من میده، این بله اطاعت داره، باید اطاعت کرد. این تو محدوده قضاوت باشه، تو محدوده های دیگه باشه، در هر حقوقش باشه، در اینجاها صحیح است و ابدا گریزی هم از این معنا نیست. باید دنبال کی رفت؟ دنبال یه آدم فاسق فاجر بیدین لامذهب طاغوت؟ نه،
قطعا باید دنبال کسی رفت که او دانای به حدود الهی است، اما با این قید من کان من الفقها اما الحوادث الواقع فرج اوفیا الى روات حدیثنا، این راوی حدیث ائمه معصومین از خود چیزی نداره، اگه از خود چیزی داشت ارزشی نداره، هر کس میخواد باش، برای ما کسی دونه کسی فرقی نمیکنه. اگر به ما اجازه داده شده که دنبال فقیه بریم، اطاعت از فقیه کنیم، اونم در محدوده دین، اونم هر چی میگه این حلاله حلاله، خدا حلال کرده، نه بخواد از خود مایه بذاره، مثل ابو حنیفه، بله پذیرش نداریم ما و نباید هم پذیرش داریم، چون ما رو با گذارمون نکرده، این ولایت برای اون نیست، ولایت در حدود دین، احکام دین، اگه این معنای ولایت بشه، یعنی اختیار رو بدیم، اگرم داده شده باشه، ثبت از کسان دلیلی در این معنا داریم یا نداریم، یک دونه داریم الا این دو حدیث، دو حدیث در کتاب تفسیر امام عسکری است که میفرمایند سند ضعیف، حالا سند صحیح، سند صحیح دلالت این دو روایت روشن من کان من الفقها، اونی که میفرماید جعلت علیکم حاکما و مال قضاوته، در اونجا میفرماید اونم اشهره ما اوثقه ما اعدله ما با این ویژگی های خاص، جونی است دست از کسی داده باشن، دست فقیهی دادن که مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولا، نه مصلحت اندیشی، نه به عنوان این که من اینو بگم چنین و چنان، اگه مصلحت اندیشی بود امیرالمومنین تو شورای شش نفره مصلحت اندیشی میکرد، اگه مصلحت اندیشی بود تو پس از پیغمبر، چرا پیغمبر یه روز جنازش موند همون موقع فردا میومد، خود امیرالمومنین تو سقیفه چرا بذاره اون کارو بشه، چرا از تو خونه بشینه؟ با تجربه اینکه چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگر میخواید جمع‌بندی بکنید. بله ما از این مسئله بیایم بیرون، گرچه ما نمیخواستیم در این مسئله وارد بشیم. بینندگان عزیز واقف هستند که به هیچ عنوان ما بحث ورود در حیطه های دیگه نداریم، فقط در حیطه علمی بحث میکنیم. بله اولا بحث ما علمی است، معرفتی است، برهانه، کسی بله. میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه، ما وظیفه ماست که مطالب رو برای یه بچه شیعه روشن بکنیم، آقا این دین ما، دین ما غیر این نیست، نظر شخصی هم نیست و اینا توی مجموعه چیزای اتفاقی است که هم قبول دارن، کسی اینا رد نمیکنه، حالا تونست دلیل دیگه استدلال دیگه بیاره برای مطالب غیر اینا، باید دنبال اون گشت ببینه آیا موجود هست دلیلی بر این اقامه بشه یا نه. اون وقت دلیل روشن خلاف، دلیل روشن خلاف ان صادق علیه السلام قابل توجهه، توی روایتی حضرت بعضی که بیان فرماد و من اقر به ولایتهم، هر کس اقرار به ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام بکنه، ولم یدع منزلتهم، این منزلت یکیش ولایته، ادعای اینو نکنه منی از جا، یعنی ادعای اینو نکنه که منم دارم، ولم یدع منزلتهم، منی داره جعلته معهم فی روزات جناتی، اینو ما قرارش میدیم با پیغمبر، ادعا نکنه این ولایت مال 14 معصومه، اگر نه هر کسی میاد میگن اختیار داره و این اختیار داره اعمال میکنه، به زور شده به قهر و غلبه شده یا نه، ادعای اول الامر نمیکردن عربستان همه کشورهای اسلامی ادعا نمیکردن، هارون و معمون و کذا نمی کردن، اونا هم گفتن اسلام ذهبی، اون چه اسلامیه که داره میشه اسلام ذهبی با این بیان، اون کسانی که خدای عزوجل اونها رو در اون جایگاه نورانی آفرید، فمکسو الف دهر، دهر رو کسی نمیفهمه، یه دهرش رو نمیفهمیم، هزار روزگاران بودن، خدای عزوجل اونجا قرار داد برای اونها ولایت رو، لأنهم الولات والولایه فلهم الامر والولایه والهدایه، اونا اونجا ولایت داشتن، کسی دیگه این اختیار رو نداره و نمیتونه ادعا کنه. در این زمینه حرف بسیار است، ما حالا باید اشاره کنیم به اون روایاتی که تصریح به ولایت آقایان آفرینش به طور روشن داره که یکی دوتا ستانی، من جمله این عبارت
آقا اینقدر مهمه که امام صادق سلام الله علیه میفرماد ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من، لان ولایتی من هو فضل و ولادتی من هو فضل. امام صادق میفرماد ولایت من نسبت به امیرالمؤمنین بر من واجبه، پیش من محبوب تر از ولادت من از امیرالمؤمنینه. چرا یا ابن رسول الله، ساداتی مال شما، ولایت امیرالمؤمنین پیش شما مهمتر از ولادت شما نسبت به امیرالمؤمنین، از فرزندان پیغمبر بودن. چرا؟ چون ولایت بر شما واجب نسبت به امیرالمؤمنین، ولادت برای شما یه فضلی آورده. این فرمایش آقا موسی بن جعفر سرشو گذاشت رو سجده رو مهر، با تضرع و زاری فرمود، عبارت خیلی زیبا واضع اون خط او علی العز، اللهم لا تسلبنی ما انعمت بهی علی من ولایتک و ولایت محمد والا، خدایا این ولایت از من سلب نکنی، این آقایی رو من اعتقاد بهش دارم، این ولایت همون ولایت که پیغمبر اون لحظه آخر جمله خیلی زیبایی رو پیغمبر فهمودن، فهمودن که خدا رو شکر میکنم بر این که خدا این ولایت رو بله بر من لازم کرد و من این رو پذیرفتم. عبارت رو من پیدا کنم، خیلی زیبا پیغمبر خدا، الحمدلله الذی جعلنا، بر این ولایت من شاکرم. رضا فهمودن و شیعیان ما هم هست، فلیحمد الله علی اول نعم، سپاس خدا رو بگو رو اول نعمت. پرسید ابن رسول الله اول نعمت چی چیه؟ بگو اول نعمت ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارته. این آقایی، این بزرگی که تو عالم امکان مطرح شده، اون آقاییه که امیرالمؤمنین به قنبر فرمودن، فرمودن فوالله قنبر لرجل علی یقین من ولایتنا، اگر کسی بر این ولایت ما یقین داشته باشه اقرار کنه، این افضل من عبادت الف سنه، از هزار سال بندگی خدا بالاتره، که لا یقبل الله منه، خدا اصلا از او هیچ عملی رو قبول نمیکنه، حتی یعرف ولایتنا. فرمودن و جا به عمل سبعین، عرض میکنم اگر عمل 72 تا پیغمبر رو بیاره اما ولایت ما رو نداشته باشه، ما یقبل الله حتی یعرف ولایتنا و الا اکبه الله علی من خریه فی نار جهنم، و الا خدا با سر تو جهنم میندازدش. این ولایت، این اون حقیقتیه که خدا عهد و پیمانش از همه انبیا، اولیا، اوصیا، خوبان روزگار گرفته که نیاز به بررسی داره. وقتمون تموم شد، بینندگان عزیز همه شما رو تو برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه، مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین